خب قسمت سوم پیچیدگی و قسمت هشتم از فصل اول کتاب ناپولیتن را طرح الگوریتم رو میخوام توضیح بدیم. ما در اتاق پیچیدگی دو تا کلیپ دیگه ضبط کردیم که توی یک تعریف پیچیدگی رو بیان کردیم و توی دومی دو سه تا مثال ساده از پیچیدگی رو با هم دیگه دیدیم. الان میخوام ببینیم که در اتاق پیچیدگی چجوری میتونیم پیچیدگی در بدترین حالات، حالات متوسط و بهترین حالات رو چجوری میتونیم اندازه‌گیری بکنیم. بگیم پیچیدگی زمانی در بدترین حالات اصطلاحا هم بگیم WN به کامل، یعنی اصطلاحی که به کامل WN پیچیدگی زمانی در بدترین حالات. بگیم حد اکثر تعداد دفعاتی که الگوریتم عمل اصلیش به ازای یک ورودی به اندازه N انجام میده رو ما بهش میگیم پیچیدگی در بدترین حالات، یعنی حد اکثر تعداد دفعاتی که ممکنه انجام بشه، یعنی تو بدترین حالت میخوایم بررسی بکنیم. اگر TN وجود داشته باشه که WN با TN چیه برابری میکنه، ولی بعضی موقعات TN چیه وجود نداره، تو بدترین حالت داریم در نظر میگیریم. مثلا تو اون مثالی که توی جستجوی ترتیبی داشتیم، تو جستجوی ترتیبی اگه یادتون باشه بدترین حالت چی بودش؟ حالت بودش که داده ها تو قسمت توی اولین عنصر چیه وجود نداشته باشه. خب پس جستجوی ترتیبی میخوام ببینیم تو بدترین حالت چرا N میشه. جستجوی ترتیبی اگه با هم یه بار بریم ببینیم، خب این الگوی جستجوی ترتیب بودش. الگوی جستجوی ترتیبی لوکیشن مساوی یک قرار میداد تا زمانی که پیدا نمیشد و اس لوکیشن مخالف ایکس بود، لوکیشن یه واحد افزایش میداد. اگر لوکیشن از ام بزرگتر میشد، یعنی دید جواب به دست میداد، لوکیشن مساوی صفر قرار میداد. ببینید تو بدترین حالت اینه که ما وقتی داریم میگردیم، چون لوکیشن از یک شروع میشه و یه دونه دونه افزایش پیدا میکنه، اون اس لوکیشن با اون عنصر برابر نشه، یعنی اصلا داده داخل اون آرایه وجود نداشته باشه. اگه وجود نداشته باشه کل این آرایه رو طی میکنیم، یعنی این مرحله باید بریم جلو. ولی تو بهترین حالت اینه که تو هم شماره توی اولین عنصر آرایه بتونیم چیکار بکنیم، بتونیم اون دنبال اون چیزی که هستیم بتونیم پیدا بکنیم. پس این مثال سکوئنشال سرچ یکی از مصادیق هستش که ما تو بدترین حالت میتونیم بگیریم. یعنی ببینید ما وقتی الگوریتم رو تحلیل میکنیم نباید به بهترین حالت اکتفا بکنیم، باید حالت بدترین حالت و حالت متوسط رو باید در نظر بگیریم. اصولا قانون مورفی هم میگه همیشه بدترین حالت بدترین چیز اتفاق میفته. پس تو جستجوی ترتیبی WN چی خواهد شد؟ WN مساوی N میشه. خب پیچ دیگه الگوریتم تو حالت متوسط رو میگن AN average میشه، اون worst بود. میگیم متوسط متوسط دفعاتی که الگوریتم عمل اساسش به ازای یک ورودی به اندازه n انجام میشه. خب اگر tn رو داشته باشیم که an با tn چه برابری میکنه؟ خب انتصاب احتمالات به تمام ورودی ممکن به اندازه n مهمه. ما اگه بخوام اوریج رو به دست بیاریم، برای اینکه اوریج برسیم باید همه ترکیبات که برای اون مسئله ممکنه رو باید در نظر بگیریم، بعد هم پیچیدگی همه اونها رو محاسبه میکنیم، بعد تقسیم بر تعداد اون ترکیباتی که در نظر گرفتیم. مثلا تو جستجوی ترتیب تو مسئله که داریم بخوام در نظر بگیریم به این صورت میگیم، میگیم عمل اصلی چیه؟ مقایسه یک عنصر آرایه با ایکس. خب اندازه ورودی چیه؟ اندازه ورودی ان تعداد عناصر آرایه هستش. خب حالت یک فرض بکنم که ایکس در اس وجود داشته باشه، یعنی حالت اولی که ایکس در داخل اس وجود داشته، حالت بعدی ایکس در داخل اس وجود نداره. خب میگیم عناصر x همگی متمایز هستن، یعنی با هم دیگه فرق میکنن، احتمال وجود x در هر مکان آرایه هم یکسانه. اینجا خیلی مهمه که این همون تابع توضیح احتمالی که به صورت یک نواخ میام در نظر میگیریم، یعنی احتمال این که x در اولی باشه، احتمال که x در دومی باشه، احتمال که x در آخر باشه، احتمال همش رو چیه یک انوم در نظر میگیریم. من اگه بخوام یه مقدار مثلا بهتون یه ذهنیت بهتون بدم، ببینید مثلا احتمالی که مثلا یه دانش نمره مثلا 2 بگیره با احتمالی که نمره مثلا 10 بگیره یکی نیست. مثلا نمرات پایین و نمرات بالا تابع توزیعشون چیه؟ نادرتره. مثلا نمراتی مثلا تو حد وسط قرار میگیره، مثلا بین 8 9 10 11 12 مثلا تا 15، اینا چیه؟ اینا حجیم‌تر هستش. ولی توی این سرچی که ما داریم در نظر میگیم برای سکوئنشال سرچ، میگیم که احتمال قرار گرفتن ایکس هر کدوم از خونه های آرایه چیه برابری میکنه یک انوم. خب از طرف دیگه اگه یک انوم باشه، خب اگه مثلا تو خونه اول باشه یک واحد برای جستجوی احتیاج داره، اگه تو خونه دوم باشه دو واحد برای جستجوی احتیاج داره،
اگه تو خونه n باشه n واحد وجود داره، به خاطر این میشیم سیگما k. اگه مثلا تو خونه اول باشه میشه میشه k ضرب داره 1 n. خب k از 1 تا n چیه؟ تغییر پیدا میکنه. ما فرض کردیم که x در داخل s حتما وجود داره، به خاطر میشه k از 1 تا n. خب میشه k ضرب داره 1 n. k چون به این ربطی نداره، ببخشید چون 1 n به سیگما به این کار ربطی نداره، یک انوم از داخل سیگما میکشیم بیرون و یک انوم از داخل سیگما اومد بیرون، میشه سیگما کا از یک تا ان. سیگما کا از یک تا ان اگه بخوام حساب بکنیم میشه کار اگه یک باشه میشه، بذار منو بنویسم، سیگما کا از یک تا ان بخوام حساب بکنیم، کا اگه یک باشه میشه یک، کا اگه دو باشه میشه دو، اگه کا اگه سه باشه میشه سه. خب همینجوری تا کا به چه میرسه؟ تا به ان میرسه. میخوام مجموعه اینو میخوام به دست بیاریم، آی از یک تا ان، مجموعه این از یک تا ان چی میشه؟ میشه ان، میشه ان در ان به علاوه یک چی؟ دو. خب چیزی هستش که اینجا چیه؟ اینجا نوشته شده. خب ان در ان به علاوه دو و یک ان ما اینجا داشتیم، این ان رو با این ان چی ساده میکنیم؟ میشه ان به علاوه یک دو، میشه حد وسطش. حالت دوم چه حالتی بود؟ حالتی بود که ممکنه x در داخل s وجود نداشته باشه. فرض میکنیم که احتمال که x در داخل s باشه p، فرض میکنیم احتمال که x در داخل s باشه p. خب پس با چه احتمال در داخل s نیستش؟ با احتمال 1 منهای p در داخل s نیستش. خب همه عناصر s هم همه عناصر همش گفتیم متمایز، گفتیم به شرطی که وجوده x در s احتمال وجود x در همه مکانهای آره چیه؟ یکسانه. اینجا هم مثل هم مثال قبلی احتمال این که مثلا تو خونه اولش تو خونه دومش تو خونه سومش همش هم چیه؟ یک انومه. ببینید تو مثال قبلی یک انوم شد، چرا یک انوم شد؟ ما فرض میکردیم که x در داخل آرایه چیه وجود داره، اینجا میگیم با احتمال p در داخل آرایه وجود داره، پس به هر کدوم از اونها چقدر میرسه؟ به هر کدوم از اون عناصرهای p انوم میرسه. مثلا من یه آرایه دارم به طول 1000، خب من میگم با احتمال مثلا با احتمال 1/10 در داخل آرایه هست، با احتمال 1/10، پس میگیم این چی که داریم میگیم با احتمال 1/10 در داخل آرایه هست، با چه احتمالی در داخل آرایه نیست؟ با احتمال 9/10 در داخل آرایه نیست. حالا خود اون 1/10 رو تقسیم بر اون 1000 میکنیم، به تک تک اعضای اون میشه 1/10 تقسیم بر 1000 میشه 1/1000. خب پس این چیزی که اینجا نشه تو قبل مثال قبلی که بود یک انوم، اینجا میشه چی؟ اینجا میشه پی انوم. خب من اگه بخوام حالت اوریج رو در نظر بگیرم، اگه در داخل آره نباشه با احتمال 1 منهای پی میشه، اگه بخوام در داخل با احتمال پی انوم در داخل آره است، با احتمال 1 منهای پی در داخل آره است. اگه در داخل آره نباشه چند واحد برای مقایسه میخواد؟ ان واحد میخواد، چون باید تک تک عناصر باید بگیره تا از آرایه بیاد بیرون. پس اینو این میشه حالت شکست، یعنی چی که در داخل آرایه نیست، اینجا در آرایه نیست، خب این قسمتی میشه قسمتی که در آرایه نیستش. خب اینجا میشه چی؟ اینجا میگیم که در آرایه چیه؟ تو آرایه هستش، جمع کردیم دیگه. برام یکی از این دو حالت، این جمعی که اینجا داره بیان میکنه همون اصل جمعی که بگیم یا اینه یا اونه. خب اینو بخوام حساب بکنم، کا ضرب داره پی ان او، اینو طبق همون چیز اسلاید قبلی مورد حساب کرده، فقط یه دونه پی اضافه داره دیگه، فقط مثل اون قبلی است، قبلی اگه با هم ببینیم عین همینه دیگه، فقط اینجا یکه اینجا پی، به جای ان به علاوه یک دوم میشه پی در ان به علاوه دوم، میشه ببینید میشه پی این همونه، n با n ساده میشه، میشه پی در n به علاوه یک چی؟ دوم. اینجا هم که داریم یه n در یک منهای پی. خب اینو بخواد محاسبه بکنه چی میشه؟ اگه بخوام اینو بنویسیم، من بنویسم براتون، میشه پی در n به علاوه یک تقسیم بر دو، این برم که چی داریم؟ این برم داریم، این برم داریم n منهای np. خب
که این اگه بخوایم حساب بکنیم میشه پی ان او یا ان پی، ان پی دوم به علاوه پی دوم به علاوه منهای ان پی. خب منهای ان پی با ان پی دوم میشه چقدر؟ میشه منهای ان پی، میشه منهای ام پی دوم به علاوه پی دوم، منهای ام پی دوم به علاوه پی دوم. این چی که اینجا نوشته میشه احتمالش به این صورت. خب که اگه پیری یک در نظر بگیریم، اگه پیری یک در نظر، یعنی با احتمال که به احتمال یک در دن آرایه باشه، با احتمال یک در آرایه باشه میشه یک دوم منهای ان دوم. خب بیایم مثال قبل رو نگاه بکنیم، ان به علاوه یک دوم. خب فرمول ان جا گذاشته شده که ان جا گذاری که هم درست سرمان هیچی که اینجا نوشته باشه که اینجا هسته چیه برابری میکنه درست میشه. اگر n رو یک بذار، اگر p یک باشه میشه n منهای n دوم به علاوه p دوم، n منهای n دوم میشه n دوم به علاوه p دوم به علاوه یک دوم میشه n به علاوه یک دوم که توی مثال قبلی داشتیمش. خب پیچیدگی زمانی در بهترین حالت میگیم best، میگیم پیچیدگی زمانی در حالت در حالت بهتره بهش میگیم بس. میگیم حداقل تعداد دفعات یه الگوریتم عمل از سش بزه یک واحد بودی به اندازه n چیه انجام میده. اگر n وجود داشته باشه آنگاه t n مساوی چرا میده مساوی b n قرار میدیم. خب اگر وجود داشته باشه t n مساوی b n قرار میدیم. پس ما پیش الگوریتم تو سه تا حالت میتونیم اندازه گیری بکنیم، یکی تو بدترین حالت، یکی تو بهترین حالت، یکی تو حالت متوسط. بدترین و متوسط دیدیم، تو حالت بهتری مثلا تو هم جستجوی ترتیبی که وقتی میخوام دنبال یک عنصر تو آره میگم، تو اول تو همون اولین عنصر میشه که بی ان میشه چی؟ بی ان میشه یک. که معمولا پیچیدگی در بهترین حالت اهمیت آنچنانی نداره. اگر ما بتونیم محاسبه بکنیم بهتره که حالت متوسط رو به دست بیاریم. یعنی اگه بخوام مقایسه بکنیم میگیم ان زمانی مفید است که الگوریتم بر روی ورودی های متفاوت بسیار زیادی اعمال بشه و همه زمان ها رو بتونیم به دست بیاریم و تقسیم تعداد بکنیم و میانگی رو به دست بیاریم. دبلیو ان زمانی مفید هست که حد بالای زمان مساوی توسط الگوریتم چیه مفید باشه، یعنی ما اون حد بالا برامون خیلی مهم باشه. خب مثلا تو مسائل فرض بکنید مثل مسائل حیاتی مثل کنترل پرواز و چیزای دیگه، یا مثلا یه سامانه ضد موشکی داشته باشیم، ما همیشه میگیم حالا اون بدترینه چیه، دنبال حالت متوسط چیه نمیگردیم. خب دنبالی از این تو بدترین حالت ممکن چه اتفاق میفته. بی ان میگه معمولا اهمیت آنچنانی برای ما نداره. خب میگه پیچیدگی حافظه تابع پیچیدگی تابع از یه اعداد صحیح مصادف به اعداد حقیقی غیر منفی چیه نگاش میکنم. که من فکر کنم این قسمت از درسمونو بذاریم برای انشالله مبحث بعدی که بخوایم تدریس بکنیم.